دقایق پیش خبرگزاری میزان مرکز رسانه قوه قضاییه خبر از اجرای حکم اعدام محمد مهدی کرمی و محمد حسینی داد. اردوان روزبه روزنامه‌نگار اینجا در استودیو با ما همراه شده در این مورد. اردوان، چه اطلاعات بیشتری از این دو اعدام در دست دارید؟ خبر خیلی تکان دهنده است و خیلی فوری، به دلیل اینکه قطعا اتفاقی که افتاده بر اساس زمانی که ما الان در ایران داریم، معمولا اعدام ها در ایران صبحگاهان قبل از طلوع آفتاب انجام میشه. این نشون میده که شاید میشه گفت دقایقی پیش یا کمتر از ساعتی پیش باید این اتفاق افتاده باشه. قوه قضاییه در خبرگزاری میزان اطلاعات بسیار خلاصه‌ای رو در مورد روند این پرونده داده. ما میدونیم که این دو فرد بدون در نظر گرفتن رویه قضایی معمول اعدام شدن. امروز یکی از اینها 22 ساله بوده و تقریبا میشه گفتش که دیگری هم نباید بیش از این، اگر کمتر باشه بیشتر از این هم نبوده. هر دو اینا بر سر پرونده مربوط به کشته شدن فردی به نام عجمیان، حالا شاید میشه گفت پاسدار بسیجی یا هر چیزی که میشه گفتش، ذکر کرده. در پیامی در چیزی که قوه قضاییه اشاره کرده بهش، یک نوشته کاملا یک سوه و کاملا غرض ورزانه هستش که این فرد با ضربات و چاقو کشته شده و بر اساس همین ساعتی پیش این دو نفر به خاطر این پرونده که در کرج اتفاق افتاده بود پیش از این اعدام شدن. ما جزئیات بیشتری رو از این نداریم در حال حاضر. مهمترین جزئیاتی که شاید ما میتونیم راجعش صحبت بکنیم که جان دو آدم دیگه به دست جمهوری اسلامی گرفته شده. خب اردوان، این اعدام ها در میانه حجم عظیمی از اعتراض های جهانی و داخلی صورت گرفته. این بی‌اعتنایی جمهوری اسلامی افکار عمومی رو چطور باید دید؟ من میخوام بگم که من میخوام یه مقدار این بی‌اعتنایی تسری بدم. میخوام بگم این بی‌اعتنایی ناشی از بی‌اعتنایی جامعه جهانی است. جامعه جهانی باید این رو در نظر بگیره. حاکمیتی وجود داره که با راحتی و بدون دغدغه نسبت به شرایطی که در جامعه بین المللی داره مردم خودشو میکشه. به این دلیل میگم مردم خودشو میکشه که بس روند دادرسی است. وقتی شما دادگاه غیر شفافی رو دارید برگزار میکنید، وقتی شما مردم رو به بهانه‌های مختلف به راحتی، این اتفاق در آبان افتاده و ما داریم میگیم که با تقریبا کمی بیشتر از یک ماه پرونده بررسی شده، تحقیق شده، بازرسی شده، همه چیز شده، حتی لابد ارجاع داده شده به دیوان عالی و رأی گرفته شده و اعدام شده. در کجای دنیا شما میبینید که جان یک آدم رو میتونن در یه همچین زمانی بگیرن؟ این کار به طور خیلی مشخص جنایت بر علیه بشریت و ما متاسف باید باشیم از اینکه جمهوری اسلامی به باور من میدونه که جامعه جهانی هر فشاری که تا الان آورده لابد تأثیر برش نداشته، چون اگر تأثیر میذاشت قاعدتا این شرایط تغییر میکرد. پس من میتونم اینجا بگم جمهوری اسلامی ماهیتش خونریزی و جنایته، اما جامعه جهانی چه کاری داره میکنه؟ این سوالی است که به نظر من در این لحظه باید ما از جامعه جهانی بپرسیم به معنای واقعی. آیا ما باید بسنده کنیم به این که بگیم امروز به بیانیه، به پیام، به تهدید، به هشدار، به اینا باید بسنده کنیم، یا واقعا باید راه حل‌های اجرایی جلوی کار گرفت؟ اگر این اتفاق نیفته، من به شما قول میدم که این اعدام امروز بدون شک آخرین اعدام نخواهد بود و اون چیزی است که همه باید لحاظ بکنن درش. خب اردوان، آیا حتی بر اساس قانون جزای اسلامی که خودش محل مناقشه و اعتراضات حقوق بشر، نحوه صدور و اجرای چنین احکام مطابقت با همون استانداردهای ناظر جمهوری اسلامی داره؟ شما میبینید در یک پرونده که مربوط به یک قتل هستش، در حال حاضر دو نفر دارن اعدام میشن، محل سوال این هستش آیا در اون چیزی که ما در قوانین جزا داریم در جمهوری اسلامی و فرض رو بر این میگذاریم که اصلا اون قانون چه درست چه غلط، چیزی است که در کتابی نوشته شده که بر اساس اون کتاب اینها قرار هست احکامی برشون صادر بشه، بدون شک من میتونم به شما بگم که این بر اساس همون روال غلط و ناچیز هم نبوده. شما در پرونده نگاه میکنید مربوط به آقای نجفی که دست به قتل عمد میزنه، یک خانم در خونه خودش میکشه و این آدم در روال پرونده قضایی هنوز به طور شفاف معلوم نیست چجوری اون پرونده بررسی شد که ایشون واقعا به 5 سال زندان محکوم شد. اما در این پرونده شما می‌بینید این پرونده انقدر ابهام داره به لحاظ حقوقی. آیا اینا وکیل مدافع داشتند یا نداشتند؟ آیا شواهد کافی وجود داشته
یا نداشته. ما گزارش‌های بسیار زیادی رو در حال حاضر داریم که عموم اعترافات در زیر شکنجه‌های بسیار سخت گرفته میشه. افرادی که وقتی جلوی دوربین آورده میشن سر و صورت کبود دارن، دست و پای شکسته دارن. ما چطور میتونیم باور کنیم دادگاهی که برای فردی که در ظرف زمانی به این کوتاهی محکوم به اعدام شده در یک روال عادلانه انجام شده؟ اگر جمهوری اسلامی حتی به قوانین خودش پایبند بود، این دادگاه‌ها باید در یک دادگاه عمومی با حضور هیئت منصفه، با حضور وکیل و با حضور مردم انجام میشد. جامعه امروز باور داره که جمهوری اسلامی به دنبال قتل کسانی است که بهش اعتراض کردند و این در عمل پیچیدن یک جنایت در پوسته یک قانون رفتار قانونی در قوه قضایی است. به نظر من این تعریف خیلی روشنه. قوه قضایی در حال حاضر در جمهوری اسلامی نقشش عملاً بازی کردن نقش یک ماشین کشتاره. یعنی آنچه که در نظام، حالا که به نظر من از رأس نظام شروع میشه، آنچه که داره ابلاغ میشه در عمل توسط قوه قضاییه فقط به صورت فرمایش عمل میشه. قوه قضاییه اون قلتکی است که روی مردم میفته، اون ماشین جنایتی است که به جلو حرکت میکنه و در نهایت بدون اینکه حتی خودش رو به مردم پاسخگو بدونه، در همه دنیا، در همه دنیا، در جامعه‌ای که به حقوق انسانی احترام می‌ذارن، قوا از هم منفک. در جمهوری اسلامی تنها جز معدود جاهایی هستش که قوا در عمل زیر نظر یک فرد داره اجاره میشه. یعنی در قوه قضاییه آنچه که تصمیم گیره در اصل چیزی است که بهش ابلاغ میشه در قوه مجریه و همچنین در قوه مقننه. در عمل به نظر من جامعه جهانی باید این رو بدونه، جمهوری اسلامی حتی به قوانین خودش، قوانین غلط خودش هم پایبند نیست و اینجاست که به نظر من جامعه جهانی به حقوق انسانی بدهکاره، به مردمی که در ایران دارن زندگی میکنن و چیزی که فقط میخوان اندک آزادی و حقوق انسانی. واقعا خبر ناراحت کننده ای هم برای مردم ایران و هم برای خانواده این دو جوان. ممنونم از تو.